بچه ها در این جلسه قرار فرم های دولاچنگی میزان 6-8 مودیفای جدید رو کار کنیم و چند تا ملودی به اونا اضافه کنیم. با ما همراه باشید. دوستان باید اشاره کنم من هر هفته 2 یا 3 ویدیو آموزشی رو در کانال خودم به اشتراک میذارم. برای اینکه ویدیو رو از دست ندید باید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و لایک کنید که ما هم انگیزه بیشتری برای تولید محتوا داشته باشید. خب یک بار درس 33 برای شما اجرا و نطخانی میشه، بعدم نکات بیشتری در موردش به شما میگیم. ر می ر دو سه میزان اول شروع میکنیم. نوت ها ریز دارن، ریز ها رو میتونیم 6 تا یا 12 تایی بزنیم. 12 تایی اگه ریز بزنیم اون نوت ها رو تبدیل به دولاچنگ کردیم، ریز دولاچنگ دار، و اگر 12 تایی هم بزنیم که حالت سلاچنگش رو در واقع ما اجرا کردیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 نوت ره هم که علامت تی و ریز بالاش هست میتونیم ریز 4 تایی بزنیم، چون هر نوت سیاه برابر با 4 تا دولاچنگ. 1 2 3 1 2 3 4 دو سی لا سول لا دو سی لا سول. خب برای شروع کار بهتره ریزا رو بشمارید و بعد جلوتر که رفتید میتونید ریزا رو با توجه به سرعت و تمپو قطعه تنظیم و اجرا کنیم. سرضربهای قطعه هم که توی تصویر من براتون قرار دادم راحت میتونید پیدا کنید که چه نوتهای سرضرب رو به خودشون میگیرن. همیشه نوت اول هر میزان ضرب اصلی رو، ضرب شروع رو برای خودش میگیره و ضرب اول قطعه رو با نوت اول که ره هست شروع کنید. ره می ره دو سی لا سول لا دو سی لا سول. ضرب رو یه بار دیگه بچه ها توجه کنید. ره می ره دو سی لا سول لا دو سی لا سول. من ضرب های اصلی روی خور پرنگ تر می زنم. ره می ره دو سی لا سول لا دو سی لا سول. یه بار دیگه این ضربها باید پیدا بشه و بعد با تمرین کردن زیاد برشون مسلط بشید. ادامه قطعه نوت جدید داریم به نام نوت سول که پرده نهم در سازهای 25 پرده ای و پرده 11 در سازهای 28 پرده ای محسوب میشه. به عبارت بعد از فا در سازهای 25 پرده ای شما 2 تا پرده جا بندازید میرسید به سول مثل این ساز، اما در سازهای 28 پرده ای بعد از فا 3 تا پرده رو باید جا بندازید که برسید به نوت سول. ادامه قطعه با این پوزیسیون انگوش گذاری میشه. اول پوزیسیون ره هستیم، یعنی انگوشی که ما روی نوت ره، بعد میایم پوزیسیون می به مول، یعنی ره فا، انگوشی که هم رو می، سه روی سول، بخش ره سول، ره سول فا می ره دو دو فا فا ره. همین پوزیسیون با انگوش گذاری کنید، اول پوزیسیون ره، بعد پوزیسیون می و باز برمیگردیم به پوزیسیون ره. ره سول فا می ره دو دو فا فا ره سول سی دو ره
سرضربای این قسمت هم پررنگتر براتون میزنم. سول فا می ره دو فا فا ره سول لا سی دو ره دو سی لا سول دو سی لا سول. سکوت. قسمت بعد یه پایه و یک موتیف شش هشته که مضرابش میشه راست راست چپ راست چپ راست راست چپ راست چپ. این راست اولی باید با ضرب هماهنگ بشه. این موتیف رو جداگونه با مترونوم تمرین میکنه و بعد روش ملودی میذاریم. راست راست چپ راست چپ راست راست چپ راست چپ راست راست چپ راست چپ. این راست اول شروع ضرب اصلی شما هست و باز با ملودی تکرار. قسمت آخر قطعه دوباره برگشت سطح دوم ما هست که زدیمش یه بار بازم میزنیمش. سول لا سی دو ره دو سی لا سول لا دو سی لا سول. اینجا قصه تمام میشه. دقت کنید بچه ها برای اینکه مسلط بشید بر دروس اولیه و ابتدایی کار خودتون، سعی کنید با تمپوهای بسیار متنوعی این درس ها رو تمرین کنید و بعد حالا برای مربیتون ارسال کنید. با یه تمپو خاص فقط تمرینش نکنید، برای مثال فقط با 50 تمرینش کنید، برید 60 70 80 تا اونجایی که فرم و اکول نوازندگیتون خراب نمیشه میتونید با تمپوهای بالاتر هم تمرینش کنید که بسیار برای دست و پنجه شما مفیده. حالا من در این قسمت سعی میکنم یه تمپو بالاتر از این درس هم اجرا کنم که شما در واقع متصور بشید در سرعت بالاتر قطعه سر و شکلی به خودش میگیره. خب در اینجا درس با سرعت 100 متر اجرا میشه برای شما.